حالا به این فکر کردین که اگه قرار بود اساطیر ایران و باستان رو بهتر بشناسین باید چه کتابایی رو میخوندین؟ اصلا از هر کس بپرسی مدعیه که اوکی اساطیر ایران و باستان رو من کامل میشناسم. چرا؟ چون شاهنامه رو خوندم و با اوستا آشنام، ولی واسه خوندن اون متنهای کهن اصلی که باقی مونده باید چه کتابایی رو بخونم؟ درود به رفقا، ساحره ها، جادوگرا و ماگلا. اینجا ناکس ارائه ای از مرکز دنیای جادوگری. من نگازم اومدم امروز اساطیر ایران و باستان رو بهتون معرفی کنم. حقیقت امر از این قراره که من همیشه و همیشه دلم میخواسته که بحث اسطوره شناسی رو توی مجموعه ویدئوی ناکس بیارم. چرا؟ چون به باور من و خیلی های دیگه اگر ما ادبیات رو یک باغ در نظر بگیریم و یکی از درخت های اون باغ ژانر فانتزی باشه، ریشه های این درخت برمیگرده به اساطیری که هزاران هزار سال قبل توسط انسان ها خلق شده و شاخه های کوچیکی از این ژانر فانتزی داستانه این که ما امروز داریم میخونیم. شاید یه سری از تنهای بزرگترش آثار مشهورتری باشن که ما میخونیم، ولی این درخت به این عظمت ریشه های قوی و تنه خیلی قوی تری داره. همیشه گفتن که ابتدای تاریخ به افسانه ها و اسطوره ها وصل میشه، یعنی ما ابتدای واسه تاریخ نمیتونیم مشخص کنیم، اون ابتداش وصل میشه به داستان‌های غیر قابل باور، ماورایی و چیزایی که از توان انسان و طبیعتش خارجه. ولی اسنادی که در طی این هزاران هزار سال به جا موندن که ما بتونیم اسطوره ها رو کشف کنیم، داستان ها و باورهایی که مردم هزاران سال قبل به اون باور داشتن رو کشف کنیم، فقط محدود به کتاب نمیشه. همیشه یه باستانشناس تاریخ نگار از منابع مختلفی در کنار متونی که بر جا مونده استفاده میکنه، مثل مجسمه ها، مثل آثار باستانی، مثل قصر ها، مثل کتیبه ها، مثل سنگ نوشته ها و خیلی چیزای دیگه، و اینا رو همه رو بر هم منطبق میده و داستان اصلی پشت اون اسطوره رو پیدا میکنه. من تصمیم داشتم که اسطوره شناسی رو وارد ناکس بکنم و قصدم این بود که با اساطیر اسکاندیناوی و نورس شروع بکنم، ولی چند وقت پیش رفته بودم شیراز و تحت تاثیر اون مکان های تاریخی که تو شیراز هست قرار گرفتم و تصمیم گرفتم کل برنامه‌ریزیمو عوض کنم و بیام و از اساطیر ایران بگم. البته میدونم که تقریبا همه با اساطیر ایران آشنا هستن، به خاطر همین با خودم فکر کردم و گفتم چه محتوای جدیدی من میتونم ارائه بدم به کسی که مخاطب منه و تخصصی دنبال این قضیه نرفته و فقط چیزایی که شنیده یا دیده یا خونده رو باهاش آشنایی داره. به خاطر همین تصمیم گرفتم منابع دست اول رو بهتون معرفی کنم، جدا از این که مثلا یه سری دانشنامه و یه سری مقاله‌ای هستن که همیشه تو بازار بودن و هر روز هم بهشون اضافه میشه و کار دانشجوهای خیلی خوب و مطرح دانشگاه‌های مختلف و اساتید اونها هستن. ولی تصمیم گرفتم که بیام و متون کهنی رو که از روزگاران گذشته به جا مونده و منابع واقعی داستان‌ها و اساطیر ایران باستان هستن رو بهتون معرفی کنم. دو تا کتاب هستش که خب تقریبا همه میشناسنشون، یکیش شاهنامه است، یکیش اوستاست. شاهنامه به خاطر اینکه بخش اولش بخش اساطیریش رو شامل داستان غیر واقعی و فانتزی طور میشه رو ما جزو آثار اساطیری کلاسیک قرار میدیم و میشه از اون چیزایی که فردوسی نوشته خیلی از اساطیر دنیای ایران باستان رو کشف کنیم و بفهمیم که چی به چی بوده، هرچند مثلا یه اشاره ریزی به اون موجود به اون داستان بشه و ما میتونیم اون موجود اون داستان رو توی آثار دیگه پیدا کنیم. در کنار این اوستا رو داریم که خب یه کتاب دینیه ولی شامل باورهای خیلی قدیمی و شامل چندین دین قبل از دین زرتشت بوده که اینا همه رو هم دیگه جمع شده و دین زرتشت رو شکل داده و داستان‌های فانتزی و اساطیری زیادی توی این دین هستش، مثل 99% دین‌هایی که همین الان هستن. حالا در کنار این دو تا کتاب مهم، یعنی اوستا و شاهنامه فردوسی، من اومدم و 7 تا کتاب دیگه که از قبل میشناختمشون و تحقیق کردم و جدیداً پیداشون کردم و بهتون معرفی کنم. اولین اثری که میخوام بهتون معرفی کنم کتاب دینکرد هستش. دینکرد یا دینکرد 9 جلد بوده در روزگاری که نوشته شده و تعدادی از جلدهای این مجموعه کتاب الان نیستش و گم شده، تعدادش خیلی کمتر از 9 جلده. این دلیل مهم بودن این کتاب اینه که سرگذشت افسانه زرتشت پیامبر رو میاد معرفی میکنه و همونجوری که گفتم بخش زیادی از این داستان‌ها قراره که غیر قابل باور باشن، حداقل با منطق امروزه ما. ما نمیدونیم در گذشته چه موجودی واقعا وجود داشته، شاید اجدا بوده، تو خدا اجدا بوده باشه، ولی آره داستان محتوای کتاب دینکرد داستان زندگی زرتشت. کتاب بعدی کتاب مینوی خرد هستش که به زبان پارسی میانه و در دوره ساسانیان نوشته شده. بیشتر این آثار در همون دوره ساسانیان نوشته شده
ولی باورهای قبل از دوره ساسانیان هم توش بوده، یعنی خیلی قدیمی تر از دوره ساسانی، ولی تو دوره ساسانی نمیشده و با زبان فارسی هم هستش. این نکته دیگه هم بگم که این سه تا موضوع کلا ببندم، دورش، زبانش و تصحیح یا ترجمهش، سه تا شخص بزرگ هستن که واقعا خدمت خیلی عظیمی به اسطوره شناسی ایران کردن. خانم ژاله آموزگار، آقای احمد تفضلی و آقای مهرداد بهار، اصلا این سه نفر بودن که پایه‌گذار علم اسطوره شناسی در ایران بودن. معمولا این آثار هم با ترجمه و تصحیح این اشخاص بوده و کلا هر جا اسم این سه شخص مخصوصا خانم ژاله آموزگار و مرحوم احمد تفضلی رو دیدین بگیرین. خانم ژاله آموزگار هنوز زنده است ولی آقای تفضلی توی قتل‌های دهه 60 کشته شدش و مقاله خیلی زیاد دارن این دو شخص و قیمت‌های کتابشون هم خیلی خوبه. داشتم از کتاب مینوی خرد میگفتم. کتاب مینوی خرد به خاطر اشاراتی که به اساطیر ایران باستان داشته خیلی مهمه. در کنار این به نبرد ایرانیان و ترکان هم پرداخته و نکته مهم دیگه این کتاب هم اینه که ما تقریبا کلمات و دستورهای فارسی نو رو در کنار اون فارسی اون میانه اون دوران میبینیم، یعنی این دو تا دارن کم کم با هم تلفیق میشن و کم کم متن کتاب ها به سمت فارسی نو تغییر میکنن. آره تقریبا دستورهای فارسی و کلمات آشنایی رو میشه توش دید. سومین اثر هم کتاب یادگار زریران هستش که میشه گفت قدیمی ترین داستان پهلوانی هستش که به زبانهای ایرانی نوشته شده، ولی در اصل به زبان پارتی و در دوره اشکانی نوشته شده. اگر هم بخوایم کمی دقیق تر بگیم تقریبا 500 سال بعد از میلاد یا یکم دیرتر نوشته شده. این کتاب هم همونجوری که گفتم توسط خانم ژاله آموزگار تصحیح و ترجمه شد. اثر بعدی اسمش هست جاماسب نامه که درباره پیشگویی های آینده است. یعنی بعضی وقتا که من توی اینترنت و مخصوصا اینستاگرام میبینم در مورد آینده ایران پیشگویی کردن و میگن طبق فلان پیشگویی و اینا، یاد این کتاب میفتم. یه شخصی به نام جاماسب یه سری پیشگویی ها کرده که تو این کتاب اومده. این کتاب هم به خط پهلوی نوشته شده ولی اصلش رو میگن به زبان پازند نوشته شده. پازند هم حالا توضیحش رو دقیقش اونجا میذارم، الان یادم نیست دقیقاً، ولی شکل گفتارش فکر کنم پارسی میانه بوده، شکل نوشتارش پارسی درباری یا همچین چیزی. یعنی دو تا چیز متفاوت بودن که به زبان درباری مشهور، یعنی فقط ادیبا و درباری ها به این زبان می نوشتن. زبانش چیزه، نوشتارش چیز دیگه است. حالا توضیح دقیقش الان اینجا میذارم. بعد از جاماسب نامه ما میرسیم به یه نامه دیگه، اردابیراف نامه. اردابیراف نامه به نظرم خیلی خفنه. چرا؟ چون در مورد اعتقادات ایرانیان درباره آخرت قبل از اینکه اسلام بیاد بوده. این کتاب هم دوباره توسط خانم ژاله آموزگار تصحیح شده و ترجمه شده که خودم خیلی دلم میخواد بخونمش. میدونم که چیز باحال، یعنی خلاصه و توضیحات چون خوندم ولی هنوز خودشو نخوندم. کتاب بعدی کتاب خدای نام است که میشه گفت مهمترین اثر به جامانده از دوره ساسانی هستش. همونجوری که از اسمش مشخصه توی این کتاب میاد سلسله و دودمان پادشاهان و افراد مهم و نتیجه جنگ ها رو مینویسه. ما معادل این خدای نامه رو در تاریخ زیاد داشتیم، مخصوصا تو کشور عربی. آخرین کتاب هم کتاب بندهش هستش که میشه گفت تفسیری هست از اوستا. توی سه تا بخش هم نوشته شده: آفرینش آغازین، اون چجوری دنیا آفریده شده، شرح چیزایی که آفریده شدن و توضیح خاندان کیانیان فکر کنم بخش آخرش بود. ولی مهمترین بخش این کتاب خیلی چیزه، بذارین قبلش مقدمه بهتون بدم. محبوب ترین نویسنده که من دوستش دارم جی کی رولینگ، و یادمه که رولینگ توی یکی از مصاحبهاش گفته بود که یه دونه کتاب گیاهشناسی داره که توش واسه درس معجون سازی و هربولوژی همون گیاهشناسی به این کتاب مراجعه میکنه. و یه نکته که خیلی توی این کتاب بندهش مهمه همینه که اومده و لیست گیاهان رو طبقه بندی شده توضیح داده، اومده کلی گیاه توش آورده و همه رو طبقه بندی شده، یعنی مرتبط به هم هر دسته بندی رو توضیح داده و این خیلی بالا. من حتما دوست دارم اون بخش رو بخونم. البته ما یه کتاب دیگه هم داریم که اسمش از هزار سال گل و گیاه در شعر فارسی که اونم به نظرم کتاب باحالیه و اگه زمانی بخوام نویسنده بشم و الگوم رولینگ باشه حتما این دو تا بخش رو واسه بخش توجیه گیاهشناسی کتابم در نظر میگیرم. همین دیگه، هفت تا کتاب توضیح دادم، اوستا و شاهنامه در کنار اینا هستن. اگه دوست داشتین به اساطیر بیشتر بپردازین میتونین کتابا رو سرچ بکنین، هر کدومو که موضوعشو بیشتر دوست داشتین یا پیداشون کردین قیمتش مناسب بود میتونین بخرین بخونید. و اگه خوشتون اومد یا مثلا خواستین به زبان ساده تر اونا رو بخونین، راجع به همه اون موضوعاتی که تو این کتاب ها اومده هزاران هزار مقاله نوشته شده،
مخصوصا مقاله های دو بزرگوار جالا موزگار و آقای احمد تفضلی و البته مهداد بهار، همین دیگه، اونا رو مقاله های ریز و ریزتری رو میتونین بخونین. مقاله راجب دیوها هست، راجب آب هست، راجب تک تک ایزدان هست، راجب موجود پلید هست، راجب همه چیزایی که ما تو اساطیر ایران باستان داشتیم مقاله نوشته شده، ولی این مقالات معمولا تو همین چند تا عنوان اثر متن کهنه که تحقیق میشن. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لایک و کامنت هایتون نره. با دکمه سوپر تنکس تو میتونین حمایت دلاری بکنین و با لینک توی دیسکریپشن هم میتونین حمایت ریالی بکنین. میبینم اتمام خدف. من اومدم از اساطیر نورس بگم توی اپیزود این هفته. از اونقدر تحت تاثیر اساطیر خودمون قرار گرفتم که کل برنامه ریزی چند ماه آینده ناکس رو به هم ریختم، فقط به خاطر ایشون و اساطیر ایران. البته شما زیبایی رو ببینید.